من فرحان تقی‌زاده هستم و در این برنامه نوبت شما ازتون میخوایم بپرسیم شما فکر میکنید در گذشت آقای هاشمی رفسنجانی چه تأثیری بر سیاست ایران در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت؟ به نظر شما آیا تأثیری بر رقابت‌های سیاسی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری خواهد داشت؟ عده‌ای در گذشت او رو زلزله برای اصلاح طلبان تلقی کردن. شما چرا فکر میکنید یا اینطور برداشت میکنید که آقای حسن خمینی جایگزین مناسب میتونه برای آقای رفسنجانی باشه؟ ببینید آقای حسن خمینی تنها شخصیتی است که در حقیقت علوی دست ایشون بوده، نوعی اون علائمی رو که دو طرف رد و بدل میکردن و جامعه دریافت کرده از جمله من، ایشون خیلی نزدیک بوده. بعد ایشون یک جوخی رو باد. مشکلی که آقای رفسنجانی داشت این بود که ایشون امام سفید هستند، یعنی شو سید نیستن. آقای رفسنجانی تعلق به جریانی داره که این جریان در حقیقت همیشه دست دوم بوده و دست دوم خواهد بود، ولی آقای حسن خمینی این مشکل نداره. بله، من میخوام بگم اگر همینجوری که عزیزان مردم دست کار شده و دارن فکر میکنن که ما نیاز داریم، منظورم اصلاح طلبا هست، که در جبهه خودمون بخوایم یه جایگزین مناسب برای آقای رفسنجانی پیدا کنیم، این حرف بسیار درسته. و به نظر بنده اصلاح طلب و بهترین کاری که میتونن هم فکران بنده بکنن این هست که آقای سید محمد خاتمی رو فقط انتخاب کنن، چون تنها گزینه ای که تونسته بین گفتگو بین تمدن ها رو را بندازه حتما بین افرادی که خودی هستن و مردم خودمون هم میتونه اجماع ایجاد کنه. به جوانی سید حسن خمینی نگاه کنید، سابقه اجرایی نداشتنش، رأی مردمی نداشتنش، ایشون تجربه بین المللی داخلی نداره. آقای روحانی هم خب راه خودش از اصلاحات جدا کرده، کارنامه ضعیفی ارائه کرده. آقای ناطق نوری میتونه همون نقش رو بازی بکنه. من فکر میکنم این بهترین گزینه است. نه آقای خاتمی اونطور مورد اعتماد روحانی هست. ممنون از شما آقای سعید. در جامعه روحانی و آقای ناطق سابقه پاک و پاکیزه داره از طرفی. نقش هاشمی رفسنجانی رو ما نباید کوچکتر از اونی که واقعا هست بکنیم و نه بزرگتر از اونی که هست. من میگم آقای هاشمی رفسنجانی آدم مؤثری بودن و به اندازه خودشون هم تأثیر داشتن. شاید ما یه فردی رو الان نتونیم معرفی کنیم که بگیم دقیقا جای ایشون رو میگیره، ولی افرادی رو داریم مثل خود آقای حسن روحانی و آقای ناطق نوری. اون دوستمون هم که بحث سیادت رو پیش کشیدن و پسر آقای احمد آقا رو مطرح کردن، اصلا چنین نیست. امام سفید یا سیاه در تاریخ معاصر ما چندان نقشی رو نداشته، بنابراین این مطرح کردن که اینها میتونن جایگزین باشن برای ایشون چنین نیست. خود آقای روحانی هم حتی این خاصیت رو ندارن، این وضعیت رو ندارن. من در کوتاه مدت و نه در بلند مدت برای ایشون جایگزینی نمی‌بینم.